تو این فصل قرار هست ما در مورد مدیریت پارتیشنینگ روی دیسک صحبت بکنیم. عمدتا برای اینکه ما بتونیم از یک فضای ذخیره‌سازی دیسک استفاده بکنیم، نیاز هست که دیسکمون رو پارتیشن بکنیم و بین اون فضای استوریج سری تقسیم بندی انجام بدیم که بتونیم از اون دیسک استفاده بکنیم. عمدتا پارتیشنینگ با هدف این که شما بتونید بیاید به صورت منطقی دیسکتون رو، بخشای دیتاش رو با چیزهای مختلفی که میخواید روی دیسکتون قرار بدید رو تفکیک میکنیم، برای اینکه خیالمون راحت باشه اگر مثلا بخشی از استوریج ما اگر پر بشه، با توجه به اینکه ما پارتیشن‌هاش رو جدا کردیم روی بخشای دیگه سیستممون تأثیر نمیذاره. مثلا ممکنه که ما ترجیح بدیم که برای بخش ساختار فایلمون که برای نگهداری لاگ به کار میره و انتظار داریم، ممکنه که اونجا حجم فایل ها زیاد بشه و اون فضا پر بشه، ما میتونیم مثلا بخش لاگمون رو به عنوان یک پارتیشن جدا در نظر بگیریم که در شرایطی که اگر اون پارتیشن ما پر بشه آسیبی به فضای ذخیره سازی برنامه‌های دیگه وارد نکنه که باعث خطا یا دیتا کراپشن برامون ایجاد نشه. برای پارتیشنینگ مکانیزم‌های متفاوتی وجود داره. یکی از روش‌های قدیمی روش MBR یا Master Boot Record هست که توی دهه 1980 استفاده می‌شد. بیشتر مورد استفاده سیستم عامل های اون دوره که مثلا سیستم عامل MS-DOS بود مورد استفاده قرار می گرفت. مدل پیاده سازی به این صورت بود که با توجه به که اون دوره فضای ذخیره سازی خیلی حجم بالایی نبود، می شد فقط شما روی دیسکتون 4 نوع پارتیشن داشته باشین که پارتیشن ها از نوع پرایمری بودن. بعدها که همینطور استوریج ها رشد کردن و اینکه امکان تعداد پارتیشن ها زیاد باشه توی فضای دیسک، یواش یواش این نیاز بیشتر شد و روی فرمت MBR تغییراتی دادن که شما بتونید در کنار حالا مثلا اون 4 پارتیشن که انجام میدین که پرایمری بودن، حالا مثلا 4 تا 3 تاش رو پرایمری بکنید و یه پارتیشن رو به عنوان پارتیشن اکستندد تعریف کنید که روی فضای پارتیشن اکستندد شما بتونید 15 پارتیشن رو به صورت لاجیکالی تعریف کنید که مجموعاً با این تغییری که روی MBR اعمال شده بود چون عملا میتونستید با فرض 3 پارتیشن پرایمری و 15 پارتیشن لاجیکالی که روی پارتیشن اکستندد اعمال میشد مجموعاً شما 18 پارتیشن داشته باشید، که یه محدودیتی هم وجود داشت و اونم این بود که هر پارتیشن شما بزرگتر از فضای 2 ترابایت نمیتونست آدرس گذاری بشه. از این جهت یک مکانیزم پارتیشنینگ دیگه بعداً ابداع شد به اسم GPT یا GUID Partitioning Table که توی این مدل پارتیشنینگ شما میتونید بیشتر از 128 پارتیشن داشته باشید و محدودیت استوریجتون دیگه انقدر عددش بالاست که تقریبا میشه گفتش که شما محدودیتی در رابطه با سایز پارتیشن هاتون نداریم. ابزار متداولی وجود داره توی لینوکس برای پارتیشنینگ مدل MBR مثل کامند FDisk و یا پارتیشنینگ مدل GPT مثل GDisk که هر کدوم از این حالا مکانیزم ها رو اگر بخوایم پیاده بکنیم میتونیم از ابزارهای متناظرش استفاده بکنیم. حالا توی این کلاس ابزاری وجود داره به اسم پارتد که عملا این ابزار هر دو این پارتیشنینگ رو درست متوجه میشه
و میتونه خیلی خوب اونها رو پیاده سازی بکنه که ما تو طول این دوره برای پارتیشنینگ از کامند پارتد استفاده میکنیم. خب حالا برای تست این مطالبمون به سراغ لینوکسمون میریم که با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم در مورد این کامند. الان من روی لینوکس سرور یکم کامند LSPLK رو میزنم. میبینید که ما الان اینجا یک دیسک داریم، دیسک SDA که دیسک یک ما هستش و سه پارتیشن روی این دیسک انجام شده. من میام با کامند parted slash dev slash SDA کامند print رو تایپ میکنم، میتونم مثل اطلاع در مورد پارتیشنینگ این دیسکم رو ببینم. همطور که میبینین این دیسکی که ما داریم یه چیزی حلوش 21.5 گیگابایت فضای ذخیره سازی داره، فضای سکتور سایزش 512 بایته، پارتیشن تیبلش MSDASه یعنی همون مکانیزم MBR رو داره و پارتیشن های مختلفی که اینجا تعریف شده. سه تا پارتیشنه، از آدرس پارتیشن اول از 1049 کیلوبایت شروع میشه تا آدرس 1075 مگابایت، تقریبا یه چیزی بولشه 1 گیگابایت برای پارتیشن بوتمون تعریف شده. پارتیشن دوممون از آدرس 1075 مگابایت یعنی دقیقا پایان پارتیشن اول تا آدرس 3222 مگابایت تعریف شده، یه چیزی هولوش 2 گیگابایت هم پارتیشن به عنوان فضای سوپمون در نظر گرفته شده. حالا جلوتر در مورد فضای سوپ صحبت میکنیم. و پارتیشن سوممون هم از آدرس 3222 مگابایت تا پایان فضای دیسک تعریف شده که هولوش 18.3 گیگابایت هست که از نوع پرایمریه که با فایل سیستم XFS فرمت شده. حالا من برای این که نمیخوام به پارتیشنینگ این دیسکم دست بزنم، میام توی VMware روی این لینوکس هم یک دیسک دیگه ای رو هم اضافه میکنم که پارتیشنینگ رو روی اون دیسک انجام بدیم. میام تو قسمت Settings دکمه Add رو میزنیم. هارد دیسک رو انتخاب میکنم، بذارم رو همون اسکازی باشه، get new virtual disk میگم مثلا همون 20 گیگابایت، میگم یه سینگل فایل باشه و اوکی. خب حالا من اگه کامند LSPLK رو بزنم که هنوز دیسک رو نشناخته. خب برای اینکه مجبورش کنیم دیسک رو پیدا بکنه، من اکو میکنم داش 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 توی سیس کلاس اسکازی هوست. این سه هوستی که دارم من اسکن رو ست میکنم. حالا مجددن کامند LSPLK رو میزنم. حالا میبینیم که دیسک SDB رو که به عنوان یک دیسک 20 گیگابایتی هست لینوکس من شناخته. حالا من میام از طریق کامند parted میرم که این دیسک رو پارتیشن بندی کنم، slash dev slash SDB. میبینید که الان ما این دیسک رو به عنوان یک فضای 21.5 گیگابایتی میبینیم. پارتیشن تیبلی هنوز روش وجود نداره، فلگی ست نشده و هنوز کاری انجام نشده روی این دیسک و یه دیسک خام هست. با کامند هلپ میبینم که چه آپشن هایی دارم میتونم اعمال بکنم روی این دیسک.
میام به واسطه کامند mktable میام اول یک جدولی رو روی این دیسکم میسازم که مشخص بکنم که چه نوع پارتیشنینگ رو میخوام انتخاب بکنم. به کامند help mktable نگاه میکنم ببینم که چه آپشن هایی وجود داره میتونم ازش استفاده بکنم. میبینیم که مدل نوشتن به این صورت که میبینیم mktable label type هایی که داریم AIX هست، Omega هست، BST هست، DVH هست، GPT هست، Mac هست، MS-DOS هست، PC98، سان و لوبکه، هر کدومش حالا پس به پلتفرم های مختلفتون میتونید انتخاب بکنید که از چه نوع پارشن تیبلی رو استفاده بکنید. من الان میخوام پارشن تیبل MBR رو داشته باشم، بنابراین این رو میذارم رو مود MS-DOS چون فضای ذخیره سازی بیشتر از 2 ترابایت نیست، پس قطعا من نگرانی این که بخوام پارچن بزرگتر از 2 ترا داشته باشم رو ندارم. میام به واسطه کامند mktable میگم که من مدل پارچن تیبل MS-DOS رو میخوام. حالا اگر من دکمه پی رو بزنم و پرینت بکنم میبینید که پارچن تیبل من الان از نوع MS-DOS قرار گرفته. خب حالا برای اینکه بتونم پارشن بندی انجام بدم میام فرضاً یک باز دوباره هلپ میزنم ببینم چه آپشنایی دارم. میبینیم که یک آپشنی داریم به اسم MK part که شما میتونید یک پارشن جدید بسازید. فرض بکنید که من میخوام 2 پارشن پرایمری بسازم، یا مثلا یه پارشن پرایمری بسازم باقیشو اکستندد بکنم، بعد اکستندد رو 2 پارشن لاجیکال مجددا توش تعریف کنم. خب میگم پارشن تایپ اول رو میخوام پرایمری باشه، فایل سیستمش رو فعلا تعیین نمی کنم. میگم استارتش از آدرس 1 مگ باشه تا آدرس 10 گیگابایت. خب پی رو میزنم میبینید که پارشن اول من ساخته شد. خب میام پارچن دومم رو هم میسازم MK part مجددا، این دفعه میخوام پارچن دومم extended باشه. مثلا اینو انتخاب میکنم میگم استارتش از 10 گیگابایت باشه تا پایان مثلا 21.5 گیگابایت. خب الان همینطور که میبینید من یک پارچن extended رو هم اینجا تعریف کردم که یه سوچه 11.5 گیگابایت فضای ذخیره سازیش هست. حالا من توی فضای اکستندد هم میخوام 2 پارتیشن فرضاً 5 گیگابایتی تعریف کنم. میام 2 مرتبه MK part میکنم. این بار چون الان اکستندد رو تعریف کردم من میگم یه پارتیشن لاجیکال میخوام درون اکستندد میخوام تعریف کنم. فایل سیستم تایپش رو تعیین نمی کنم. استارتش رو میگم مثلا همون 10 گیگابایت باشه تا مثلا 15 گیگابایت. همینطور که میبینی پارشن لاجیکال بعدی دقیقا درون اکستنده تر شد و مجددا MK part میکنم، مجددا لاجیکال فایل سیستم رو تعیین نمی کنم. استارتش رو میگم از فضای 15 گیگابایت باشه تا پایان دیسک 21.5 گیگابایت هست. من الان پی میزنم پس میبینیم که پارشن 4 من که به عنوان لاجیکال هست توی فاز اکستندد من تر شده. الان من 3 پارچن قابل استفاده دارم. پارچن 10 گیگابایتی پرایمری دارم و 11.5 گیگابایت باقی مونده رو من اکستندد تعریف کردم و داخل 11.5 گیگابایت پارتیشن که به من اکستندد هست من میتونم ماکسیموم 15 پارچن لاجیکال داشته باشم که من این فازای اکستندد رو به 2 پارتیشن تقسیم بندی کردم که یکیش یه پارتیشن تقریبا 5 گیگابایتیه و یکی دیگه هم یه پارتیشن تقریبا 6.5 گیگابایتی. خب کار پارتیشنینگ من تمام شد. من میتونم با کامند lsblk نگاه بندازم ببینم که الان دیسک stb من چه تعداد پارتیشن داره. الان همینطور که میبینین stb 1 من پارتیشن 1 از دیسک دومم هولوش 9.3 گیگه که همون پارتیشن پرایمری ماست. STB 2 یه فضاییه که برای اکستندد تعریف شده، عملا قابل استفاده نیست، سایزش 1 کیلوه. پارتیشن دوم ما عملا STB 5 هست که یه چیزی بلوش 4.7 گیگابایته و پارتیشن سوممون هم STB 6 هست که یه چیزی بلوش 6 گیگابایت هست.
حالا برای اینکه بتونیم از این پارتیشن استفاده بکنیم نیاز هستش که این پارتیشن ها رو فرمت بکنیم و یک فایل سیستمی رو روی این پارتیشن ها نصب بکنیم. خب فایل سیستم های مختلف وجود داره، از جمله فایل سیستم XFS که فایل سیستم دیفالت توی Red Hat 7 هست، فایل سیستم اکستنشن 4 رو داریم که تو نسخه قبل Red Hat 7 خیلی رایج بود و هنوز هم توی این ورژن ساپورت میشه. اکستنشن 3 و اکستنشن 2 هستش که هر کدوم به ترتیب ورژن های قبلی اکستنشن 4 هستن. دیگه فایل سیستم BRTFS رو داریم که حالا یه فایل سیستم جدیدیه که هنوز درست حسابی روی Red Hat 7 ساپورت نمیشه، ولی خب به زودی توی آپدیت های بعدی که خواهد اومد ساپورت کامل این فایل سیستم رو خواهیم داشت. فایل سیستم NTFS رو داریم که عمدتا فایل سیستمی رایج توی سیستم عامل ویندوز هست که توی Red Hat 7 به صورت پیشور ساپورت نمیشه. VFAT هم همون فایل سیستمی هست که حالا به اسم FAT32 شناخته میشه که توی سیستم حالا ویندوز و مک هم حالا میتونه کامپتیبل باشه که شما میتونید اون رو توی سیستم عامل لینوکس هم داشته باشید. حالا ما به صورت پیشفرض از فایل سیستم XFS استفاده میکنیم که میریم که پارتیشنمون رو باش فرمت بکنیم. برای این کار کامند های مختلفی وجود داره که میشه استفاده کرد. یکی از رایج ترین اونها mkfs.xfs هست که میتونید بگید /dev/sdb1 که خب پارتیشن یکمون رو ما الان فرمت کردیم. بعد پارتیشن دوممون رو که /dev/sdb5 هست، این هم فرمت شد و بعد هم sdb6 که این هم فرمت شد. خب حالا ما برای اینکه بتونیم از این فضا استفاده بکنیم نیاز هستش که این پارتیشنمون رو توی یک فضایی از ساختار FSHمون بیایم مانتش بکنیم و یه فضایی از این سلسله مراتب دیس شاخه ها رو تو لینوکس رو تخصیص بدیم به هر یکی از این استوریج دیوایس ها که بتونیم روی اونها کار بکنیم. من برای مثال میام توی شاخه /mnt میام سه تا دایرکتوری درست میکنم، مثلا دایرکتوری part 1, part 2, and part 3 و حالا میام هر کدوم اینا رو مانت میکنم روی دیسکایی که میخوام. میام میگم command mount /dev/sdb1 بیاد روی mnt part 1 مانت بشه، همینطور sdb5 مانت بشه به part 2 و همینطور sdb6 مانت بشه به part 3. الان اگر lsblk بگیرم میبینید که الان این سه پارتیشنی که من از دیسک دومم دارم MNT پارت 1 روی اون مان شده، پارت 2 روی SDB5 و پارت 3 هم روی SDB6. اگه من با کامند df-ht هم چک بکنم شما میبینید که خب این سه پارتیشن الان وجود دارن، مانت پوینت های من هم تعریف شده، تایپ فایل سیستمی هم که برای این سه پارتیشن به کار رفته اینجا قابل مشاهده هست، سایزی که هر کدوم از این پارتیشن ها دارن، چه مقدار ازش مصرف شده و چقدر الان اویلیبل هست که من میتونم به راحتی با رفتم به شاخه مثلا پارت 1 بیان اینجا و شروع بکنم از این فضا استفاده بکنم. مثلا بگم fallocate-l1GB مثلا test.im چی میخوام یه فایل 1 گیگابایتی رو فرضاً توی MNT پارت 1 بسازم. الان اگر نگاه بکنیم میبینیم که ما اینجا یه فایل 1 گیگابایتی داریم که با df-ht اگر چک بکنیم میبینیم که ما الان از پارت 1 عملا 1.1 گیگ رو مصرف کردیم، یه چیزی حلوشه 12% این پارتیشن محسوب میشه. خب حالا مطلبی که وجود داره اینه که ما این مانتی که انجام دادیم الان این کانفیگ به صورت موقته، ما اگر سیستم عاملمون رو ریبوت بکنیم این مانت پوینت ها
از بین خواهند رفت. من برای اینکه بتونم این تنظیمات مان پوینت هم رو پرزیستش بکنم، نیاز هستش که توی شاخه خاصی از لینوکس بنویسم که این اتفاق انجام بشه. حالا به اسلایدمون برمیگردیم. حالا تو حین اجرا ما مفهوم مانتینگ رو صحبتش رو کردیم که عمدتا سوالاتی که ما باید به تو حین مانتینگ جواب بدیم اینه که اول چه چیزی رو میخوایم مانت کنیم، که گفتیم دیوایس فایلمون چیه، فایل رو کجا میخوایم مانتش کنیم که شاخمون رو گفتیم، گفتیم چه فایل سیستمی رو میخوایم ازش استفاده کنیم توی نقطه مانت پوینتمون، که کامند مانت ورژن های جدیدش به صورت پیش فرض خودشون میتونن متوجه بشن که فایل سیستم چیه. ولی اگر شما حالا بخواید بهش مستقیما صراحت هم بگیم، میتونیم با آپشن دشتی تایپ رو مشخص بکنیم و فایل سیستمتون که حالا اینجا XFS بود معرفی بکنین. مانت آپشنزتون هم که خب ما دیفالت استفاده کردیم، حالا اگر آپشن های خاصتون خاصی مد نظرتون باشه با آپشن داش او میتونید اون رو تنظیم بکنید. حالا برای اینکه بتونیم ما مانت پوینتمون رو پرزیست بکنیم که دفعه بعد لینوکسمون رو ریبوت میکنیم بتونه درست بالا بیاد، میتونیم این کار رو روی شاخه etcfs tab انجام بدیم. من میتونم فایل etcfs tab رو باز بکنم و بیام به اون چند سوال جواب بدم. یکی اینکه من چه چیزی رو میخوام مانت کنم، dev slash sdb1 بود، اسش بگیرم lsblk، میبینین که sdb1, sdb5 و sdb6 رو ما میخوایم مانت بکنیم. sdb1, 5 و 6. خب من همینجا میام 5 و 6 رو من اینجا مشخص میکنم که میخوام مانتش کنم. خب حالا هر کدوم کجا میخوایم مانت بکنیم؟ روی slash mnt part 1، mnt part 2 و slash mnt part 3. سوال بعدی اینه که از چه فایل سیستمی میخوایم استفاده کنیم؟ هر سه اینها XFS هستن. و اینکه چه آپشن هایی رو میخوایم فعال بکنیم که از دیفالت میخوایم پیش فرض استفاده کنیم. و دو پارامتر آخر هم که به عنوان برای چک برای ساپورت بکاپ استفاده میشه و آخری هم برای اتوماتیک چک هست، که اگر بخوایم که هر بار توی بوت شدن این اتوماتیک چک اتفاق نیفته که مقدار صفر رو ست میکنیم، اگر بخوایم از اون پارشن ها به عنوان حالا فایل سیستم روتمون استفاده بکنیم که نیاز باشه هر بار چک بشه، مقدار یک رو ست میکنیم، و اگر قرار باشه برای فایل سیستم های دیگه ای باشه که حالا قرار نیستش که برای روت فایل سیستم استفاده بشن ولی در حین حالا بوت شدن چک هم بشن، میتونیم مقدار دو رو ست بکنیم. من خب مقدار یک دو رو به این معنی که برای اولی برای اینکه امکان ساپورت بکاپ رو داشته باشم، و مقدار دو رو هم برای اینکه چون فایل سیستم روت من نیست منتها میخوام ولی چک رو داشته باشم، به خاطر همین مقدار دو رو ست میکنم. البته توی اون بخشی که ما دیفالت رو ست کردیم میتونیم سری آپشن هم ست بکنیم. حالا آپشن های مختلفی وجود داره بسته به اینکه دارین چه نوع فایل سیستمی رو استفاده میکنین. مثلا اگر بخواین به صورت اتوماتیک مانت اتفاق بیفته، خب مقدار آتو رو میتونین مثلا ست بکنین. اگر میخواین ACL رو روی فایل سیستم رو داشته باشه، میتونه آپشن ACL ست بشه، یا Extended Attribute داشته باشه، میتونین User Handling XATTR رو اضافه کنین، یا اگر بخواین فایل سیستم رو توی مود رید اونلی بیاریم بالا میتونین RO ست بکنید براش. اگر بخواین اکسس تایم رو ست بکنید یا اکسس تایم رو دیسیبل بکنید، میتونین A تایم یا نو A تایم رو ست بکنید و آپشن های دیگه‌ای که قابل تنظیم هستن.
خب من این فایل رو سیو میکنم به واسطه کامند سیستم ستیر ریبوت. یه دفعه این فایل رو چک میکنم، SDB 1، SDB 5 و SDB 6، MNT پارت 1، پارت 2، پارت 3، XFS هستن، دیفالت S و مقدار ساپورت بکاپ و چک در زمان بوت رو هم ست کردم. با کامند سیستم ستیر ریبوت لینوکس رو ریبوت میکنم، منتظر میشیم لینوکسمون ریبوت بشه و بعد ببینیم که آیا این پارتیشن ها رو به صورت دیفالت حالا میاد خودش مانتشون بکنه یا خیر. کامند ال اس پی ال کی رو میزنم، همونطور که میبینین این سه پارچه هم وجود دارن و مانتینگ هم به خاطر اینکه من کانفیگم رو توی فایل /etc/fs tab پرزیست کردم این سه پارچه شد دیفالت مانت شده. خب بس، ما در مورد این فصل همینجا به پایان رسید و من ویدیو رو به پایان رسوندم.